با عرض سلام و خسته نباشید بیننده های عزیز و ارجمند، مخلصان جودو، هواداران و علاقمندان با این گوشتین زیبو. گزارش مستقیم ما از جریان رقابت های روزی سیوم، روزی پایانی گرند سلم تل اویو در سال 2022 منظور شما میگردد، جایی که جهانگیر مجیدوف یک تن از پهلوانان نامآشنای تاجیک، ورزشگر 21 ساله که با جودوگی کبود هست، فعلا با حریفش از جمهوری همجوار، از جمهوری دوست و با کشور ما برادر جندریف شیر محمد، ورزشگر 24 ساله رقابت میکند. جهانگیر مجیدوف که در کارنامه‌اش دارنده مدال برنجی در گرند سلم هست، علاکه که این هم در سیومین اشتراکش در گرند سلم رقم خورد، که ما و شما هم شاهد درخشندگی این رویداد یا این کارنامه مهم در حرفه جهانگیر مجیدوف بودیم. سال 2021 در گرند سلم ابودابی بود که این اتفاق افتاده بود، ولی جندریف شیر محمد هم از زمره پهلوانان با استعداد و ورزشگران نامآشنای هست. 24 سال دارد، نسبت به جهانگیر 3 سال بزرگتر است. با سبب کمکاری داور مرکز به هر دو ورزشگر شیدو میدهد که از جندریف دومین شیدو می شود و از لحاظ تاکتیکی جهانگیر مجیدوف فعلا پیش صف است. حرکات معمولی که در بخش اول دارد برای دریافت کمیکات خوب و همچنین حرکات معمولی در جودو، جهانگیر برتری دارد نسبت به حریف. همون کوشش یا جهدی اولین که سوی جندریف به سر بزند به نتیجه هست. جهانگیر هم میتواند در مقابل پهلوانانی که از آنها شناخت دارد، به هر حال در سرزمین اینها جهانگیر مجیدوف تمرین های دست جمعی گذرانیده است، مشغولیت های دست جمعی از این پهلوانان شناخت دارد و پهلوانان ازبکستان هم از مربی تعلیم و آموزش گرفتند که واقعا در دنیا یکی از ورزشگران نامی بود. ایلیاس ایلیادیس که فعلا در سمت چپ تصویر در همون کرسی مربی جندریف رو تشویق میکند. یک تومو اینکه که جهانگیر داشت فعلا از پس گریبان حریف هم چنگ انداخت برای اجرای اصول همون حلوکی معمولی در بخش سراپا، با آسانی موفق می شود در قپیدن یا همون کومیکات مورد نظرش، ولی سر ایت که جندریف داشت هیچ جای شک و تردید نبود برای جهانگیر مجیدوف. یک و نیم دقیقه بیشتر تو انجام وقتی معمولی باقی ماند از تو موینه که جذاب و این هم وزاری داور دید. ببینید این هم استعداد فوق‌العاده زیبای بود از سوی جهانگیر مجیدوف. یک تاموه نگید، دوار وزاری گفت اما باز خاموش موند، دوار باز خاموش موند. به هر حال یک بار اشاره کرد وزاری، مربی که فعلا جهانگیر مجیدوف را همراهی میکند در اینجا اونیز وزاری اشاره کرد. در بخش های گوناگون جهانگیر از خود درک میدهد، اصول های آموخته، آموزش گرفته که واقعا شایسته هستند، اما اگر امتیاز داد یک مراتبه دیگر همون تاموه نگه مورد نظرش پیوسته اجرا می شود و هر حال می تواند تعادل حریف را به این شیوه برهم بزند. چست و چالاک و بریز بودن خود را در برابر حریف به نمایش بگذارد. یک چی مرتبه دیگر که در مد نظر دارد جهانگیر، این اصول ها را هم بسیار خوب اجرا می کند. ببیند چگونه با حریف درگیر می شود، کنترل را بسیار خوب در اختیار دارد، ولی از مربع خورید شدن جندریف اگر بایسی سیوم این کارد زرد جزا شود. اما نه، سانیه های پایانی هست در دقیقه معمولی. جهانگیر مجیدوف هم باز همون چنگ اول با گریبان سمت چپ حریف رو بسیار به مورد میزند، جفتی گریبان و بعدا دست رو رها میکند از قسمت پشت. حرکات معمولی باز هم تاموه نگه اجرا میکند که این گواهی آن است که در اجرای اصول های اولیه جهانگیر مجیدوف فعال است. اگر به همین شیوه رود، از لحاظ برتری در حرکات معمولی یا پسیف بودن در این مبارزه می تواند که برتر باشد.
یک بار دیگر هم به همون سمتی که در مد نظرش هست و سر شانه پرتوبه که در مد نظر داشت به نتیجه و خوشبختانه فنی پایانی که برای خفه کردن یا نفسگیر کردن بود و جندریف تو جای امکان دست داد ولی نتوانست. با همین ترتیب ثانیه های پایانی 2 ثانیه تا انجام وقت معمولی باقی مانده است. جهانگیر مجیدوف در این رقابت با گلدن سکو رسید. گلدن سکو جهانگیر مجیدوف، شیر محمد جندریف، دو پهلوانی از کشورهای با هم همسایه دوست در حال مبارزه کردن در دور اولی رقابت در گرندسلم تل اویو. دومین گرندسلم سال پرتاب سرشانه جندریف هم به نتیجه اوچیماته جهانگیر نیست با مورد جواب بود. الیاس الیادیس هم توصیه میدهد، داوران هم هنوز در مورد سیومین شیدو قضاوت نکردن، میتوانستن قبل تر از این با جندریف بیدی هم با سبب کمکار بودن، اما در این رقابت ها کم نبود حالت ها یا وضعیت های که داوران طرفگیری میکردن. یکی از ورزشکاران رو اکنون از دستی حریف برای پرتاب بالای شانه، ولی خوشبختانه چیزی نیست. اینجا نباید هیچ امتیاز داده شود، چون که جهانگیر هم خود کنترل خوبه داشت در حالی که حریف اجرای اصول داشت. به همین ترتیب رقابت ادامه می‌یابد. جهانگیر مجیدوف با جدوگی کبود از پسگیربان حریف در حال چنگ زدن با دستی راست، دستی چپ حریف رو هم، دستی راستی حریف رو هم بسیار خوب گرفته. چیزی نیست اینجا، نیست چیزی نیست. 5 دقیقه از مبارزه جهانگیر مجیدوف و شیر محمد جندریف پهلوان ازبکستانی میگذرد. هر دو ورزشگر تو اینجا شایسته مبارزه بردن، در بخش های مختلف فنون زیاد استفاده کردند. بالاخره جهانگیر است که ببینید اجرای اصول اوچیماتا میکند، دستی حریف رو ناقپیده گرفتن و اجرای اصول کردن. این هم بر سودی کار نخواهد بود، اما فلشتک یا حمله دروغین داور میگوید که با جهانگیر داده شد. ولی چی ایلوچ، تا لحظه پایانی هر دون از مبارزه بردن. جهانگیر مجیدوف هم تا آخرین فرصت جهد و تلاش کرد، ولی موقعیت رو در حال از دست داد که یک کارد زرد جزا داور مرکز به او داد. از لحاظ روانی شاید تا جای تاثیر رسانیده باشد. با همین ترتیب جهانگیر مجیدوف در اولین مبارزه یا در مرحله اولی رقابت ها در گرند اسلم تل اویو با ناکامی دوچار شد. ولی گمان میکنم اگر از لحاظ آن که جهانگیر فعال بود، داور میتوانست یک کارد زرد دیگر با جندریف بدهد و جهانگیر